درود بر شما، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید تا پستای جدیدمون رو از دست ندید. در ضمن با لایک و کامنت ما رو از نظراتتون بهره‌مند کنید. سپاسگزارم. هنرمندانی که با مرگشان دنیا را متعجب کردند. الویس پریسلی فوت در 42 سالگی در تاریخ 1977. پادشاه، کسی که خود را چنان تکان می‌داد که قبلاً از هیچ کس دیگری ندیده بودیم، در دستشویی ملکش در تنسی منفیس بیهوش پیدا شد. نامزدش جینجر آلدن او را غرق در استخری از خون و استفراغ یافت. دلیل مرگ به طور رسمی بی‌نظمی در ضربان قلب اعلام شد، اما مشخص نشد که آیا سوء مصرف دارویی هم در آن نقشی داشته یا نه. طرفداران الویس آنقدر از شنیدن خبر مرگش ناراحت بودند که قبل از مراسم تشییع جنازه 300 نیروی گارد ملی برای حفظ نظم به گریزلند فرستاده شده بودند. در جولای 2014 اعلام شد که یک یادداشت دستنویس از سخنرانان و انجیل مراسم تشییع جنازه الویس با قیمت پایه 95 هزار دلار به مزایده گذاشته خواهد شد. رابین ویلیامز فوت در 63 سالگی در تاریخ 11 آگست 2014. او در زندگی خود با سریال های مانند مورک اند مایندی و فیلم های مثل میست آبت فایر لبخند را بر لبان بسیاری از مردم آورد، اما واقعیت این است که او در بیشتر دوران بزرگسالی خود دچار افسردگی و درگیر اعتیاد به مواد و الکل بود. با این حال خودکشی او با حلق‌آویز کردن خود در خانه‌اش در کالیفرنیا طرفدارانش را شگفت زده کرد. همسرش سوزان طی بیانیه‌ای گفت: من امروز صبح همسرم و بهترین دوستم را از دست دادم و دنیا هم یکی از دوست داشتنی ترین هنرمندان و بهترین انسانهای خود را از دست داد. من بی نهایت دل شکستم. به نمایندگی از خانواده رابین، امیدوارم در خاطره ها رابین نه به خاطر مرگش بلکه به خاطر لحظه های بیشمار لذت بخش و خنده‌ای که به میلیون ها نفر هدیه کرد به یاد آورده شود. مرلین مونرو فوت در 36 سالگی در تاریخ 5 آگست 1962. روزی که مونرو اوریان به روی شکم در حالی که به گوشی تلفن چنگی زده بود در تخت خوابش پیدا شد. روزنامه ی لس آنجلس تایمز او را این گونه توصیف کرد: زیباروی دوچار مشکل که نتوانست به عنوان درخشان ترین ستاره هالیوود خوشبختی را بیابد. مرگ رازآلود او به نظر خودکشی می آمد، اما به زودی نظریه هایی مطرح شد که این مرگ را شیطانی تر جلوه می داد. از یک اووردوز تصادفی گرفته تا یک نقشه قتل با دخالت رئیس جمهور کندی و برادر وکیلش. در سال 1982 دفتر وکلای لس آنجلس بار دیگر پرونده را بررسی کرد و هیچ نشانه ای از توطئه قتل در آن نیافت. ایمی واینهاوس فوت در 27 سالگی در تاریخ 23 جولای 2011. پس از یک تلاش برای ترک سوء مصرف مواد و الکل، خواننده برنده گرمی بالاخره تسلیم اعتیاد خود شد. جسد واینهاوس در خانه خود در لندن در حالی که دوروبرش پر از بطری‌های خالی ودکا بود پیدا شد. پزشکی قانونی مرگ او را حادثه ناگوار خواند که بر اثر مسمومیت ناشی از الکل بعد از هفته‌ها خودداری از استعمال الکل به وجود آمده است. در خون خواننده آهنگ رهاب میزان الکلی معادل 5 برابر میزان مجاز برای رانندگی دیده شد. برخلاف انتظار، گزارش سمشناسی نشان داد که هیچ نوع مواد غیرقانونی در بدن او دیده نشده است. پول واکر فوت در 40 سالگی در تاریخ 30 نوامبر 2013. بازیگر فیلم سری و خشن در خارج از دنیای فیلم هم یک عاشق ماشین بود. واکر پس از یک نمایشگاه خیریه ماشین
در یک تصادف رانندگی کشته شد. وی سوار پورشه 2005 بود که دوستش راجر روداس راننده آن بود. دوست واکر کنترل ماشین را از دست می دهد و ماشین در والنسیای کالیفرنیا به یک درخت و یک تیر برق برخورد می کند و سپس در آتش می سوزد. واکر در اثر صدمات ناشی از جراحت و سوختگی درگذشت. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، سرعت بالا دلیل اصلی تصادف بود. پورشه به سرعت 100 مایل بر ساعت، یعنی دو برابر سرعت مجاز، رسیده بود. جودی گارلند، فوت در 47 سالگی، به تاریخ 22 ژوئن 1969. زندگی دچار مشکل شده ی جودی گارلند که از کودکی ستاره بود، خیلی با زندگیش در نقش دوروتی در ویزارد آف اوزی تفاوت داشت. به گارلند از زمان بچگی داروهایی برای کاهش وزن، خوابیدن و بیدار شدن می دادند و وقتی بزرگتر شد همچنان به آنها وابسته ماند و به همین شکل موفق به نامزدی برای اسکار و کنسرت بازگشت را در تالار کارنگی شهر نیویورک برگزار کرد. تنها 3 ماه پس از 5مین ازدواج، شوهرش جسد بیجان او را در خانهش در لندن یافت که دلیل آن اووردوز تصادفی بر اثر مصرف خواب‌آورها بود. جیمز دین، فوت در 24 سالگی، در تاریخ 30 سپتامبر 1955. بازیگر The Rebel Without a Cause که عاشق ماشین‌های سری بود، در حال راندن پورش اسپایدر 550 جدید خود در یک مسابقه رالی در سالیانس کالیفرنیا بود که توسط پلیس متوقف شد. کمتر از 2 ساعت بعد جیمز دچار یک تصادف شاخ به شاخ شد. او به یک بیمارستان نزدیک انتقال یافت، اما زندگیش در بزرگسالی را تحت شعاع قرار داد. علی‌رغم عمر سینمایی کوتاهش که فقط 2 سال طول کشید، دین همچنان به عنوان مرد جذاب شناخته می شود. باب مارلی، فوت در 36 سالگی، در تاریخ 11 می 1981. باب مارلی، خواننده افسانه‌ای سبک رگه، در سال 1977 به خاطر سرطان پوست در انگشت بزرگ پای راست معالجه شد و پزشک معالجش به وی توصیه کرد که قسمت‌های بیشتر برداشته بشه. بنابر گزارش‌ها مارلی مخالفت کرد، چون بر اساس باورهای مذهبیش بدن باید به صورت دست نخورده باقی بماند. بنابر این فقط قسمت محدودی از انگشت برداشته شد. 4 سال بعد، در حالی که در حال برگزاری تور نیویورک بود، مارلی ناگهان در سنترال پارک به زمین خورد. پزشکان به او گفتند که سرطان به مغز، کبد و ششها گسترش یافته. متاسفانه مارلی 7 ماه بعد در میامی جان سپرد. او در راه بازگشت به زادگاهش جامائیکا بود که روزهای آخر حیاتش را در آنجا بگذراند، که هواپیما مجبور شد برای انتقال او به بیمارستان فرود اضطراری کند. امیدوارم از شنیدن این مطالب لذت کافی رو برده باشین. حتما ما رو از نظرات گرانبهاتون بهره‌مند کنید و لطفاً عنوان کنید که بیشتر مایلید به کدوم موضوع پرداخته بشه. سپاسگزارم.